این استادهای دنیا شما میدونید من شاگرد گروهش بدم که جامعه شناسی باش خوندم، لهجه خارجی هم داشت، شاگرد پیاژه بودم که از سوئیس میومد سه شنبه ها نه چیز دست میداد ژنتیک بچه حال بگذاریم مراحل تکوینی هوش بچه، ولی خیلی چیزا یاد گرفتم من از پیاژه ها. یه چیز هم جالبه توجه بگم، یه امتحان شفاهی با پیاژه باید میدادیم توی یه اتاق کوچولو بود، خیلی کوچولو، او ضد نور نشسته بود، پشتش پنجره همین، و شاگرد که میمد به روی نور مینشست به روبرو پنجره، اون صورت شاگرد رو کاملا میدید، شاگرد صورت او رو نمیدید، سایش رو میدید، یعنی خیلی روشن نمید. از من قرار بوده 8 کتاب از کتاباش رو داده بودن که ما اینا رو بخونیم و از اون کتابا سوال ها از اون کتابا خودش میکرد، فلان کتاب هم میخوندی من گفتم بله، و فلان جا اون چی بود چی گفتم اینطوری بکنید، شفایی هم بود. بعد دوباره مرزی برفتم تو اون موقع دیگه بود، من خودم ها جا افتاده می دیدم در اونجا، خیلی نمی داشت نم جلوشو سوال کرد ترانسلاسیون شلانفا، این که باق دادن مسئله ذهنی در نزد کودک، یکی از سخت‌ترین موضوعی ممکن که من اتفاقا به دقیقم نخونده بود. من به فرانسه گفتم جنو کمپران پا جسوی ایرانیان، من ایرانیان من نمی فهمم دقیقا شما چیم، وقت با این که صورتش سایه بود دیدم همینطوری به من نگاه میکنه میفهمه، یعنی ای دروغ بود. این واقعیت ها. بعد خود منم خندیدم، یعنی اون منی میدید که دارید یا اتفاقا داری میفهمی، حالا من بودم بله ولی خب درست نیه، یعنی واقعا خیلی بحث مشکلی بود تو کتاب. چیزهایی گفت آره نمره بهم داد، البته هیچ وقت نمره خیلی بالا نگرفت، همیشه نمره ها در حدی بود که قبول شد. یه سال یه امتیاز آوردم مثلا خوب، یه در نتیجه معدلم نوشته بودن خیلی خوب، نه خوب، ولی بقیه هیچی، فقط قبول. معلم اصلی فلسفه ما ژان والژان بود، تو کتابش هم به فارسی ترجمه شده، اون کتاب رو من اصلا در ترجمهش هم دخالت کردم، دکتر مجتهدی ترجمه کرده با ماها، ما اسمم هستم، حتی قسمت های من و کاردان و خونساری ما هم باش کمک کردیم با اسم خودمون. اون بود جانور، بود جانور یک یهودی بود، زمان جنگ آلمانیا اذیتش کرده، بعد در دوره بخبوهای اگزیستانسیالیسم فرانسه خیلی اسم برکرد، برای اینکه اصلا این کتاب ها رو این در واقع به فرانسه در آورده. من شاگرد اون بودم و خیلی هم کلاساش خوب بود، خیلی نرم، خیلی دوست داشتنی، یعنی هیچ پرخاشگر نبود، خیلی همه چی سعی میکرد با همه کنار بیاد، دوستی کنه، اینا هر سوال میگفتی در حدود خودش جواب میداد، خیلی آدم دوست داشتنی بود. من رفتم به این گفتم میخوام رساله راجع به کانت بنویسم و برای اینکه میخوام این واقعیت برای اینکه میخوام کانت اصلا بهتر بشناسم. بعد گفت نه تو این راجع به کانت خیلی کتاب زیاده، تو راجع به رولسون بنویس که یک کانتی فرانسویه،
که بازم کانته ولی خب یه چیزای دیگری. من گفتم همینطوری. خب من برم ایران بگن تو رساله کارشناسی ارشدت راجبه چی بود، بگم راولسون، در ایرانش کس نمیشناسه. من میخوام برم ایران زندگی بکنم ولی بگم راجب کان نوشتم، شاید خیلی هم تحبیرم بگه. و درست میگفتم، بعدم همینطور شد. من الان اینجا هستم به احلت کانته. همین دارم راجب کانت هم نوشتم، همین اینجا که رو میزم. بعد گفت که مفسران کان وقت خیلی نرم گفت آلمانی بلدی؟ گفتم نه، اون موقع اصلا بلدم نه. بعدم آخه چجوری کانت بدون آلمانی؟ ببینه عدب باید بلد باشه. بودم خب استراحات رو کار میکنم، چون استراحات رو تک تک کتاب هست میشه کار کرد، مثلا ترانساندانتال میره رجمان کار. خیلی با چیز، خیلی با ترحم گفت خیلی خوب برو کار کنیم. این شرقی حالا میخواد بره اونجا میخواد کانت بگه خونده. ولی امتحان وقتی نوشتم یه رساله 200 صفحه دارم هنوز، گفت بد نیست، پیشرفت کردی. راستیشم من همونجا کانتو بهتر فهمیدم. حالا بگذاریم که الان گاهی فهم کنم نفهمیدم، اونم بگذاریم. بعد از چیز بود، گندیاک بود که راجب قرون وسطا تخصص داشت اینا. حالا اصل مطلب اینجاست، وقتی که اینا رو تموم کردم صحبت دکتراش، همه به من گفتن در خود سوربن باید بهتره که تو یه کار مقایسه بکن، یعنی شرق و غرب و اینا رو مقایسه، و بهتره بری با هانه کربن صحبت. من هیچ وقت هانه کربن رو قبلا اسمش شنیده بودم، برای اینکه خانه کربن اصلا در سوربن نیست با معنا، در اوتستیت. اوتستیت مثل یه بخشی از سوربنه، نه در دروس رسمی، یه چیز تخصصی در بخش مثلا تحصیلات تکمیلی، مثلا یه همچیز با این اوتستیت. گفتم خب میرم پلو اونو دیگه، کار چیز تمام کرده بودم، برگشتم ایران که مثلا چیز کنم، بعدم برگردم ایران که یه مدتی رساله رو تهیه کنم. هفته یه روز هانه کربن میمد سوربن، اونجا اون پله بالای اتاقی دارم، هفته یه روز میمد. اون وقت بعد من رفتم اونجا، حالا دیگه کارشناسی ارشد دارم، فرانسه مسلطم، اصلا خیلی راحت، خیلی با افتخار وارد شدم. بهش گفتم من اومدم که با شما راجع به رساله دکتری مشورت کنم. گوشش نمیشه، حاضر نبود اون گوشی رو بذاره. هیچی میگه آره. گفتم آخه من اینه بلندتر گفت. چنون آقا ما ناراحت شدیم، مثلا یه دفعه اون هارتو اون سربلندی که در خودم احساس میکردم که من پروپدیتیک تنها ایرونی هم قبول شدم، نمیدم بالاخره با این دوره ها رو گذارندم. بعد آخرش که به زور، حالا عمدی هم شاید میکرد، خب به اون گوشی رو بذاره میشنویم، عمدی به چیز بشه به حالا چیز بکنه، آخرش گفتم شد گفت تو ایرونی فلسفه غرب خوندی، خب بی خود کردی. حالا من حالا اومدم ازش چه تعجب کنه که من موفق شدم اینا، نه ایرونی میخواد چه کنه فلسفه غربی، شما باید فلسفه های خودتون رو بکنه چی بود. خب گفتم، منم گفتن که بیام چیز کنم دیگه، برای همین با شما مشورت کنم که یه تطبیقی باشه. حالا بالاخره دفعه اول که اصلا من تصمیم گرفتم که دیگه نرم، انقدر رفتارش بد بود که هر کسی دیگه بود نمیرم دیگه. بعد یه دفعه دوم سوم رفتم دیدم نه، یه خورده به خودش رو من میخواد وقت بده ببینه این واقعا میخوام این کار بکنم یا چی. هر کسی که اومد که نمیتونی مثلا بگی که آره.
حالا بعد دیگه با هم آشنا شدیم و بعد دیگه خیلی دوست شد. رسالم راجع به افضلالدین کاشانی که فارسی هم بود، من گفتم عربیم خیلی قوی نیست، بالاخره و مقایسه با فلسفه باطنی اروپایی یا ازوتریکای اروپایی، خیلی این چیز اینطوری بود. دیگه اومدم ایران. بله، این رساله بالاخره نوشته شد و در افراد کربن نمیتونست استاد رهنمای واقعی باشه چون جزء سوربن حساب نمیشد و استاد قرون وسطا سوربن آقای دکوندیاک که من باش شاگردی هم کرده بودم و من را هم میشناخت از متخصصان فلسفه و دین مانی هم هست، کتاب های راجب این موضوع نوشته و راجب به عرفان دوره رومی هم مطالبی داره که تقریبا مطابقت میکنه با بعضی جنبه های عرفانی افضلالدین کاشانی. قرار شد که به ریاست او باش و جانبال هم اون هم استاد رسمی دانشگاه بود ولی بازنشسته شد، اون هم استاد به اصطلاح مدعو باشه، نه ایشون استاد دوم تلقی می شد، کربن هم استاد مدعو بنا به دعوتی که شده بود بر حسب موضوع. خب در اونجا خیلی جلسه خوبی بود در یه تالار، البته تالار بزرگ اصلی نبود چون برای این کارا خیلی جمعیت زیاده که دکترا میذارن، تالار کوچیکی هست که مثلا 100 نفر میگیره 50 نفر میگیره و 10 تا 20 از این تالارا در سوربن هست، در یکی از آنها گذاشته بود. کسی که من فکر میکردم مثلا مورد من بیشتر مورد انتقال قرار بده اتفاقا آقای دوگوندیاک بود چون رو هم رفته معلم خشکه و خیلی دقیقه مثلا مطب خشخاش میزه، ولی برخلاف تصور من اون کسی که بیشتر انتقاد کرد جانوار که خیلی برعکس نرمه، خیلی مهرم و اون بیشتر اون بود، برای اینکه اون این چیزی رو که الان میگم خیلی مهمه، در افضلالدین کاشانی صحبت از یک نخبگان خواص و اصل این برنامه های ارتقایی و روحی مال اینه که شخص جز خواص بشه. گفت اون وقت اون در صحبت آخری که عنوان کرد، خب ما الان اون جنبه همون جنبه که تحت تعقیب فاشیسم قرار گرفته بود یه ذره انعکاس پیدا کرد. خب یعنی فاشیست هم خودشون رو خواص میدونن و دیگران رو میگن غیر خواص، یعنی این جنبه که یک درو ما تأخیر بکنیم به معنای اینکه انسان باید جزء خواص باشه به نظرش میاد قابل تعامل. من کاملا میفهمیدم که از کجا ناشی میشه. تو من مسئله فرهنگ رو پیش کشیدم، گفتم فلسفه نوعی فرهنگه و در این فرهنگ میرم چه چیزایی گفتم، شریک شدن در رشد فرهنگ خودش کار بزرگی است و اینجا اینها رو اون حرفی که شما هم قبلا گفتید ما نمیخوایم تبدیل بکنیم به یه نوع نظام سیاسی که بشه از اینها بهره برداری کرد و تازه این با تحقیقا جنبه های تاریخی داره، در اون تاریخ معین یه همچه افکاری گفته شده بود اینا، ولی رو هم رفته خیلی استقبال کردن
و یکی از اولین افتخارات من، حالا میگم چی، بعد اومدن سراغ من که در سخنرانی های موزه گیومه که موزه است درباره فرهنگ های آسیایی، یک سخنرانیان ماهیانه هست، یکی از اینا را هم شما بیایید همین رسالتون رو معرفی کن، یعنی این دیگه کارتش نگه دست. هیچی دیگه من بعد یه نسخه از رسالم را برای دکتر مهدوی که خیش وقت ندیده بودمش فرستادم دانشگاه تهران، پست کردم و هیچ دیگه، اومدم از راه زمینی اومدم ایران، بعد اومدم استانبول و بعد دیگه چه اومدم آذربایجان و رسیدم به تبریز و مادرم خونه ما همونجا بود، پدرم فوت کرده بود، من اروپا بودم ولی نموندم. اونا به من گفتم چقدر عجله، گفتم نه دیگه وقت تدریس تموم داره شروع شده، من جا نخواهم داشت و باید برم ببینم چیکار میتونم. آمدم و حدود 10-15 روز بعدش که یک کمی جا به جا شدم به دکتر مهدوی تلفن کردم، منو شناخت، یعنی شناخت که کتاب رسیده بود، گفت یه وقتی بیا منو بیا. بعد خانوادم خیلی ناامید بود، همه میگفتن تو در این شرایط هیچ کاری پیدا نخواهید کرد و ما به موقعش بهت گفتیم که نباید فلسفه بمونیم. حتی یه توی ایران یک طوری بود که گفتن این که من فلسفه خوندم آر بود. نه این واقعیته، من برای اینی میگم بعد از انقلاب یه کوشش بیشترش. و شما بدون آشنایی و حمایت و به اصطلاح حالا لغت خارجی شده میگم با اینجور کارا هرگز حتی مهدوی به شما کار نخواهد، این شناخته شده است. من رفتم مهدوی، گفت که نه چرا، من اتفاقا یک کسی بود. اولا مهدوی خیلی خوب وضع تعلیمات فرانسه رو میشناخت و وقتی اصلا فهمید من پروپدیک قبول شدم باور نکرد، با این قسمت رو بیا من ببین، بقیهش کاری نداشت، همون ورودی که واقعا هم خیلی جون کنده بودم. منم بردم بهشون چیز عمومی رو نشون دادم، اسمش بهشون دادم و خیلی خیلی تعجب شدینا و هیچ کس رو هم نمیشتم. تصادفاً در این رفت آمدها که می رفتم اونجا ببینم چی شد، تو اتاق می نشستم، اینا یه روز گفت که یه سخنرانی آماده بکن، تو یه کلاس بیا سخنرانی. من گفتم راجبه چی باشه؟ گفت راجبه هر چی می خواهی، یه سخن راجبه جز فیلسوف. منم گفتم برکسون خوبه، فرانسویه، بالاخره یه فیلسوفیه، او باشه برکسون باشه. چی من رفتم کلاس او حدود 20-25 نفر دانشجو بود، من زندگی نامه و افکار برکسون رو تحلیل کردم در حدود 40 دقیقه، نه کمتر، نیم ساعت. بعد بچه هم قرار شد سوال بکنن، سوال کردم، بعد اومدیم تو دفتر، من دیدم چیزی خود اخمش تو همه، گفتم خب حتما نپسندی آقای دکتر مهدوی. گفت که نه بد نبود، خوب بود، ولی شما اصطلاحات فرنگی خیلی زیاد بکار بود. راستم میگفت، من برکسونم بیشتر به لغت های مثلا جهش روحی الانویتال هم دیگه الانویتال میدرست. گفتم یه خورده اینو کمتر بکنید، یه خورده به سنت های خودمون هم توجه پیدا بکنید، ولی فعلا اگر خواستید میتونید بیاید اینجا. یه اتاق در زیر زمین بود که اونم مال گروه فلسفه بود، اونجا من یه کسی رو میخوام دایر باشه، اون اتاق کتابخونه گروه هم در همان پایه.
حالا اونجا باشید بعد ببینیم که باید امتحان بدید، ببینیم شما رو میتونیم انتخاب کنیم. منم خیلی دلم میخواست و تقریبا دیگه هر روز میرفتم اون پایین مینشستم و اون دائما تلفن میکرد ببینه که من هستم نیستم، یعنی وسواس اینجوری داشت، خیلی منظم با این دبار. و فامیل همینطور میگفت خواهی دید، همینطوری سالها تو انتظار خواهی کشید و به این زودی ها اصلا چیزی نخواهد. ولی خب بالاخره یک امتحانی گذاشتند و تنها کسی که در شرکت کرد من بودم در این شرایط. حالا قبول شدم اونجای خودش و به عنوان به اصطلاح استادیار اونجا مشغول کار شدم که البته حقوقم با 8 ماه تغییر بده الانم بگم. ولی یه روزی که نشسته بودیم در همون اتاق، آقای گنجی مال استاد دانشکده فنون چیز بود، فنی بود، اومده بود بابا شمل، اونی که روزنامه بابا شمل اومد و اونم مثل آذربایجانیه، ولی مهتبی من گفت از کدوم مجتهدی ها هستی و اینا، و من شناخت چیز گفت به دکتر مهتبی، گفت اینا در آذربایجان خیلی معروف هست اینا، یعنی میخوام بگم که قبلا مهتبی هیچ اطلاعی از وضع من نداشت، ولی بعد نسبت به من نسبتا مهربون بود و حالا بعضی مثلا کتاب های فرانسه که میخون میمد معنای اصلی جمله رو بابا مثلا به نیمه مشاوره میکرد، بعد گاهی قبول نمیکرد حرف من و گاهی من حرف اون رو قبول نمیکردم. ولی خب من طول کشید که حتی در اونجا اون انضباط و نظم اونجا رو که چلوی بزرگتر نمیشه همه چیزو گفت و یک ترتیبی هست، یه چیزایی هست، یه اصول، یه آدابی هست، ولی کم کم عادت کردم و گاهی فکر میکنم ما حق داریم که آدابی داشته باشیم. اینا من آداب رو الزاماً کاذب نمیدم، الزاماً کاذب نمیدم به شرطی که سوء استفاده نشه.